خانم دکتر، اینترنت شما فکر میکنم سرعتش. بله، من اسفای میکنم کلن اینترنت من قطع شد به کل. بله. ببخشید بابت خب در مورد آقای لورزاده صحبت میکردی؟ آره، این لورزاده خیلی آدم جالبیه. بله. دانشگاه نرفته، 820 خورده 24 تا 26 تا مسجد درست کرده دور میدون امام خمینی. هم میرون بانک تجارت که قبلا بانک شاهی بوده. بله. اینو میخواستن از اروپایی به ایرانی تبدیلش کنن، لورزاده رو صدا میکنن، ایرانیش میکنه، یعنی هویت ایرانی بهش میده. خیلی آدم جالب. اینا خیلی معمارای جالبی هن. یعنی خود اینا کلاس درسه، یعنی همینا رو ببینیم چه مهارت هایی داشتن به دانشجو یاد بدیم از سطح دانشگاه مهمتره. بله. و همین آقای لورزاده رو فرمودین که منزل خودشون سفیش اروپا بوده. خودش مدرن. تو خیابون شریعتی. بله. طالقانی. بله، سر طالقانی که میرید اونجا، اونجا خونه مدرن داره، خیلی کارش جالبه. چرا، دلیلش چی بوده؟ خب میگه کارم از زندگیم جداست، یعنی کارم سنتیه، خونم مدرنه، اینا باید به هم بخوره دیگه. آها. آره. آها. یعنی کارشون رو در راستای ایجاد هویت ملی در نظر گرفتن، ولی زندگیشون رو خیلی خونه که درست کرده مدرن. خیلی جالب. ولی خب ما معمارایی داریم که ایرانی نیستن ولی با معماری ایرانی پیش رفتن. بله بله بله. بله. الان نگاه میکنید واقعا یه کارایی هم هستن که ما اروپاییش کردیم. مثلا زمان ناصرالدین شاه ما با پست آشنا شدیم. بله. ما پست نداشتیم، کارت پستال برای هم میفرستن از اروپا میومد ایران. این روی کارت پستالا عکس خونه بود، این خونه هر رو میگرفتن اینا میبردن دست معمار میدادن، میگفتن میشه اینو برای ما بسازید. اونا هم نگاه میکردن توشو نمیدونستن چه شکلیه ولی روشو میدیدن. بنابراین یه دوره ما یه عالم خونه داریم توی شهر تهران توی ایران ساخته شده که معماری کارت پستالی، نماش اروپایی توش ایرانیه، یعنی نماشون اروپایی ولی توش ایرانیه. آره، چون دوست داشتن مردم خب یه ذره متفاوت باشن و بروز باشن دیگه. آره، به این شکل انجام. خب بسیار عالی. آقای دکتر اگر صحبت دیگه ای هست ما در خدمت شما هستیم. اگر موضوعی هست من فکر کنم که یه چیزی خیلی منو اذیت میکنه اینجا به شما بگم. بله. اونم اطلاع اشتباه. همه الان بلاگر شدن. من این تو اینستاگرام نگاه میکنم اصلا معلوم نیست اینا تحصیلاتشون چیه، کجا درس خوندن، کدوم کتابو تو زندگیشون خوندن نگاه کردن. یه دفعه نگاه میکنم 400,000 300,000 نفر آدم داره فالوشون میکنه. بعد میاد، من اون روز میدیدم خانومه یه داره توضیح میده سردر باغ ملی، میگه اینجا دروازه تهرانه، بعد زیرش هم همه نظر مینوشتن که بعد ببینید این یه روشیه توی دوره دکترا تو خارج از کشور بهش میگن روش تحقیق، یه روش علمیه. اینجوری نیست که شما یه چیزی از خودتون درارید بگید. این بس. یه ریسرچ متد داره، روش تحقیق داره، منبع داره، مأخذ داره. اینجوری نیست که شما یه دفعه بیای یه چیزی رو تو روزنامه، یه چیزی رو تو اینستاگرام دیده باشی، یه چیزی رو تو اینترنت دیده باشی. الان همه با یه دونه شب سایت میتونن با 1,000,000 تومان یه سایت برای خودشون راه بندازن، توش هر چی میخوان بنویسن. خب ما هم بریم استناد کنیم به اونا که خوندیم. حتی ویکی‌پدیا هم اشتباه مینویسه خیلی جا. این خیلی منو اذیت میکنه که نسل جدید ارتباطشون با منابع و مأخذ قطع شده، اصلا کتاب نمیخونن. دانشجوهای من که اصلا من ندیدم، خیلی کم، بعد یه مقدار حالا بعضیشون علاقه‌مندن، فقط فکر گرفتن این مدرکن. یعنی میگن ما این انگار چون تو ایران ما موفقیت و نقطه تعریف میکنیم دیگه، مثلا میگیم به یکی میگیم انشاءالله عروسیت، اون دیگه فکر کنه همه زندگیشونه که اون نقطه ای که عروسی بکنه. یه همش تو زندگی برای مردم نقطه تعریف میکنیم، میگیم انشاءالله دانشگاه قبول شی، اصلا مسیر رو نمیگیم. برای همین شما نگاه میکنیم میبینید این همه ترافیک ما داریم توی تعطیلات، برای اینکه هیچکی مسیر رو نمیبینه که از مسیر بخواد لذت ببره. تو خونش میخواد بره شمال تو ویلا، این مسیر رو نمیبینه ترافیک میشه. زندگی ما هم همینجوری شده. منابع و مأخذ رو رها کردن، مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی 50 بیشتر 70-80% اطلاعات که دارن به مردم ده همش اشتباه است. و اینها من نمیدونم باید واقعا چیکار کرد. و من دیدم بعضی از اینا حتی کتاب مینویسن، یعنی یه مقاله مینویسن، کتاب مینویسن، خودشون برای خودشون خودمختار و در شبکه‌های اجتماعی اینا رو منتشر میکنه. اینا خیلی چیز خطرناکیه، برای که ممکنه مسیر تاریخ رو یه دفعه تغییر بده و
با اطلاعات اشتباهی که مثلا راجع به اسم خیابون ها من دارم میبینم این روزها، خیابون ها همه داستان داره. اگه ما میگیم نیاوران، اونجا نیزار بوده، نی میکاشتن، نی میآوردن، بهش میگفتن نی آوران، شده نیاوران. پل رومی چرا پل رومیه؟ خیابون فرشته، زعفران، این همه داستان داره. این که من بشینم مادر بزرگم یه چیزی گفته باشه، همسایم یه چیزی گفته باشه، اینو بیام تو اینستاگرامی که 100,000 نفر آدم فالو میکنن بگم، این که درست نیست. این یه مقدار منو اذیت میکنه. من فکر میکنم ما بعد یه ذره هممون به سمت اطلاعات درست بریم، اخبار درست، اطلاعات درست، یا مثلا حتی خبرگزاری ها من میبینم بعضی موقع خبرنگارا اطلاعات اشتباه راجع به یه بنا منتشر میکنن. اینا رو من خواهش میکنم که بیشتر دقت بکنن، یا کارشون نیست انجام ندن. قرار نیست که همه کاری بکنن. مثلا من که کارم، من معمارم، کارم مرمته، من که نمیرم مثلا اتاق عمل عمل کنم، یا من نمیرم ماشین تعمیر کنم. هر کسی کار خودش رو بکنه، من فکر کنم خیلی وضعیت کشور بهتر میشه. بله، یعنی شما به عنوان یک معمار و شخصی که خب سالها در سازمان میراث فرهنگی هستین و بودین، البته دغدغه اصلی شما به عنوان یک معمار همینه؟ یکی از دغدغه هام همینه. یکیش اینه که اطلاعات اشتباه رو مردم پخش نکنن، یعنی اسما، اسامی، داستان ها. مثلا الان شما تشریف ببرید در میدان هروی، در شمال میدان هروی، خیابان وفای منش جمالی شرقی، یک ساختمانی داریم به اسم ساختمان عین الدوله یا نگارخانه برق. اینجا الان دفتر شهرسازی، یعنی زیباسازی شهرداری تهرانه. دم درش یه تابلو زدن که اینجا کنفرانس تهران بوده. شهرداری تهران هم نمیدونه اینجا کنفرانس تهران نبود. کنفرانس تهران توی همون خیابون سیه تیر. یعنی اگه یک انگلیسی یه نفر بلد باشه سرچ بکنه تو اینترنت که کنفرانس تهران لوکیشنش کجا بوده، همه عکسش میاد. اصلا موزه جنگ دنیا راجبش توضیح میده، همون چرچیل. ولی خیلی قشنگ و شیک برداشتن یه تابلو زدن، نوشتن این اینجاست. خب و من نمیدونم که مثلا تو اون دوره برای چی بعد چرچیل و روزولت و استالین میرفتن بیرون شهر تو بیابون تو خونه یه زنی کنفرانس برگزار میکردن. خب میتونین چی میگم؟ یعنی عقلم جور نمیاد مثلا سفارت خودشون رو رها کنن. و خیلی جالبه اینا وقتی میان ایران، شاه نمیدونست اینا اومدن ایران، یعنی کنفرانس برقرار بوده، بعد شاه میفهمه که کنفرانس برقرار. یعنی میخوام بگم وضعیت کشور شما در نظر بگیرید، تو شلوغی و بهبوه چقدر وضعیت اسفناکی بوده. بعد حالا فکر کنه خب اینا برای چی باید برن تو خونه یه زنی توی اون موقع هروی که اصلا بیرون شهر بیابون بوده، برن اونجا کنفرانس. یعنی کسی که اونجا این تابلو رو میزده به اینا فکر نمیکنه. خب اینا اشتباهه. یعنی یه بار ما باید به روز رسانی کنیم، یه بار باید اطلاعاتمون رو درست اطلاع برسانی کنیم. و این یه ذره من فکر میکنم باید خیلی مواظب باشیم، چون خارجی ها روی موضوع خیلی حساسن. یعنی شما اگه تو دانشگاه خارج از کشور کار یکی دیگر رو کپی کنی، اشتباه منبع نظری، مثلا ترم آخر دکتران باشی، باید خدافظی میکنن، میگن بفرمایید. خب نظارت بر این اتفاقات وظیفه چه ارگانیه؟ وظیفه نداره دیگه، این وظیفه وجدانی هر آدمیه که خودش مواظب باشه هر اطلاعاتی رو انتشار نده. بخشای مختلف هم هر کی بخش خودش رو باید مواظب باشن. وزارت میراث فرهنگی که نمیتونه بیاد اینا رو یکی یکی چک بکنه، یا اصلا امکانش وجود نداره. ولی مردم خودشون رعایت کنن انجام ندن، یا کسانی که میخوان اطلاعات درست بگیرن، اطلاعات درست رو مثلا نرن برن از متخصصش بگیرن، نرن از یه آدمی که مثلا تا دیروز شیرینی میپخته الان داره ساختمان تاریخی توضیح میده. خب این تاش معلوم کجا میرسه. بله، مثلا من یه سوالی الان برام پیش اومد. شما به عنوان شخصی که هم مطلع هستید و هم دغدغه مند، اگر یه همچین چیزی رو ببینید کدوم ارگان و کدوم سازمان باید برید مثلا توضیح بدید؟ نه، من به خود میگم اطلاعاتتون اشتباه، اصلاحش میکنن. ولی شاید شده بیشتر از 20 بار که من دیدم مثلا آدم پیدا کردم، باش تماس گرفتم، گفتم این اطلاعات اشتباه، اونام قبول میکنن سریع. یعنی پافشاری ندارن، سریع قبول میکنن، اصلاح میکنن. ولی میگم اصلا نباید این اتفاق بیفته. یعنی خود مردم نباید چیزی که تخصصشون نیست و بیان راجبش صحبت بکنن. منظور اینه. خب بسیار عالی آقای دکتر، ما خیلی لذت بردیم. ببخشید که ما بحث رو به سمت این مسائل بردیم. من دوست داشتم بحث از
مسائل آکادمیک جدا بشه، چون اینجا رو همه جا میبینیم و میخونیم و اینها، ولی قطعا شما به عنوان یک معمار یک خاطراتی داشتید، سری صحبت ها داشتید که شاید هیچ جا عنوان نکردید و کمتر جای عنوان کردید، و دوستان ما مطمئنم که خیلی لذت بردن و استفاده کردن. خب از دوستان اگر کسی سوالی داره از آقای دکتر اینجا بنویسه که من خدمتشون بخونم. خب دوستان هم مثل ما خیلی استفاده کردن یا از صحبت‌های شما، از اطلاعاتتون، و تشکر می‌کنند. خیلی ممنون، متشکرم. خب میگن که نمیشه که همینطوری باشه، حتما باید یک منبع موثقی باشه که مردم بتونن ازش استفاده کنن، و حتما باید وظیفه یک ارگانی باشه بالاخره. نه، من منظورم یه چیز دیگه است. من میگم که هستش، منابع داریم. مثلا ما اگه میخوایم راجع به یک ساختمونی، راجع به یک موزه، مثلا راجع به موزه نیاوران، سایت رسمی داره کاخ نیاوران. میتونم سایت رسمی کاخ موزه مراجعه بکنن، اطلاعات دقیق اونجا در اونجا هست. یعنی اون سایت رسمیش باشه، یا اون کتابی که میخونیم، یا مثلا انقدر این سفرنامه ها قشنگ خانم دکتر، اصلا یکی از تفریحات من خوندن سفرنامه هایی که تو دوران گذشته خارجی اومدن نوشتن. خب این رو باید واقعا اینا رو یه جا آماده بکنن، بنویسن، مردم بتونن ازش استفاده بکنن. اون اطلاعات درستی، یا پایان نامه های دانشجویی، مقاله ها، کتاب ها، اینا همشون اکثرشون درسته. درست. مشکلی نه. بله. دوستی پرسیدن که تخمین هزینه یک مرمت بر چه اصولی است؟ به روز حساب میشه. الان یه بخشی داره، بخش مطالعهشه که هزینهش هزینه همون مهندسی و مطالعه مثل ساختمان عادی، یه بخش مرمت یه ساختمان، چون توش تجهیزم داره، الان دیگه زیر متری 30-40 میلیون تومان تموم نمیشه. یعنی اگه یه نفر فکر کنه یه خونه تاریخی میخره درستش میکنه، بعد عین اون پول خرید اون خونه رو باز هزینه خودش بکنه برای مرمت کردن، اینو باید مد نظر قرار بده. دوست دیگه پرسیدن که امیدی به گسترش فرهنگ میراث، فرهنگ میراث و معماری ایرانی هست؟ 100%. 100%. اصلا این یه چیزیه که داره میره جلو، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. خود وضعیتش به یه شکلیه که راه خودشو پیدا میکنه و حرکت میکنه، سمت جلو میره. بله. دوست دیگه پرسیدن که آقای دکتر چطور شهر یزد را نمونه موفق میدانید؟ شهر یزد هم مثل دیگر شهرهای دیگر دو شقه شده، بافت جدید تمام سنگ مرمر سفیده که هیچ سنخیتی با بافت قدیم نداره. فکر کنم اون خیابونه تاریخی صحبت میکنیم. بافت جدید کجا درسته؟ هر جا دیدن بافت جدیدش درسته به ما بگن، من ندیدم. آها. و دوست دیگری پرسیدن که آقای دکتر امکانش وجود داره از نیروی جوان و دانشجوی خودتون جهت ایجاد پیج با محتوای مرتبط و موثق ایجاد کنید؟ زمان میخواد، اعتبار میخواد. ما الان تیم ما درگیر مرمت کردن تو بخشای مختلف، درگیر نوشتن کتابای مختلف. اینا متخصصین ما همین الان که من با شما صحبت میکنم دارن کار میکنن، درگیرن. اینا تعدادشون محدوده. الان کارشناسای وزارت میراث فرهنگی اینقدر اینا تعدادشون محدوده به خاطر اینکه متاسفانه نشده که گسترش پیدا بکنن یا متخصصاشون خیلی حرفه‌ای بشن. تعدادشون رو شما بشمارین تو کشور، شاید آدمای که خیلی حرفه‌ای دارن کار می‌کنن 200-300 نفر هم نشن. خب بنابراین اینکه یکی بخواد زمان بذاره و این کارا رو بکنه، من بخوام بهتون بگم امکانش نیست واقعا. الان نیستش. یعنی برای ما واقعا وجود نداره. شاید بقیه بتونن کار کنن، نمیتونیم کار بکنیم. درست. خب دکتر در پیرو سوالی که دوستمون پرسیدن در مورد بافت قدیم و بافت جدید، خب اولا که یه چیزی که به من پیش میاد اینه که خب از اینکه یک بافت جدیدی که بخواد ایجاد بشه که نمیشه جلوگیری کرد. قطعا شهرها گسترش پیدا می‌کنه، شهرهای دیگه. مثلا ما
من خودم کاشان که رفته بودم یک بافت جدیدی هست، بله، قسمت که به باغ فین میخوره همه نماهایی که مثلا نماهای ایرانی نیست. آیا باید مثلا خود قمصر، قمصرم با اینکه خب یک شهر بسیار قدیمیه ولی ویلاهایی که ساخته شده مثل ویلاهای شماله، یعنی ربطی نداره، این باید یک نظارتی باشه از شهرداری، درسته؟ که اجازه نده که یک سری نماها در اون شهرها که انقدر غنی هستن از لحاظ تاریخی داریم صحبت میکنیم. شهرداری متری خدا تومن از مردم پول میگیره، ساختمان مسکونیشون رو به اداری تبدیل میکنه، یه پارکینگ درست نمیکنه برای مردم شهر. درست. الان خیابون جان، من دیروز جلسه داشتم نتونستم پارک کنم، رفتم برگشتم اومدم با آژانس اومدم. خب برای چی پول میگیرید از این خونه اداریشون میکنید؟ خب چرا پارکینگ براشون درست نمیکنید؟ اون پولو بگیرید منطقه بکنید. این که ساده ترین کار برای اداره شهر الف باس. راجب چی ما داریم صحبت میکنیم؟ حیف وقت یه بخوایم اصلا راجب ما داریم راجب چیزای تخصصی صحبت میکنیم، اینجوری نیستش. شما الان نگاه وضعیت شهرهای جدید، خونه ها رو نگاه بکنید. تازه الان نظاممند شده شهر تهران، الان پر تفصیلی داره، مواظبش کنن. شهرش میگه نه اتفاق با که بعد میافتاده افتاده دیگه، الان پر تفصیلی من سال مگه ابلاغ شده. آقای دکتر یه دوستی پرسیدن میشه لطفاً در مورد هتل شمشک که مرمت کردید یک توضیحی بدین؟ اونم یه پروژه یه مثل بقیه پروژه ها، ولی خب این چون بحث سرمایه گذاریش و بره بردارش اینا با شخص خودم هم بوده. بله. اینو رو علاقه هم دادم. بوتیک هتل شمشک هتل 100 ساله بود که داشت خراب میشد، یعنی بله. تقریباش با خاک یکسان میشد، ما این رو نجاتش دادیم، درستش کردیم، امروز موفق شدیم که 30 نفر آدم رو اونجا ایجاد اشتغال بکنیم. یه مرکزی شده برای گردشگری منطقه، کسایی که اسکی میرن میکنن در نزدیک شهر تهران دارن استفاده میکنن از اونجا. من خوشحالم که طرح به نظر من تقریبا موفقی بوده از این پروژه‌ای که انجام دادیم. یکی شب هم بوتیک هتل شمشک بود که انجام دادیم و داریم این رو به عنوان اولین هتل موزه هم مجوزش اگر ان شاء الله آماده بشه بهره برداری میکنیم، یه بخشی از این قرار به موزه تبدیل بشه. بله، خب بسیار عالی. ما بیش از این دیگه وقت شما رو نگیریم و مصدع نشیم. خیلی لذت بردیم، شب خوبی بود با حضور شما و ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما خانم دکتر، از مجموعه نیمروز و همه عزیزانی که وقت گذاشتن و صحبت‌های ما رو گوش کردن. متشکرم. قربان شما. من هم از دوستان عزیز که همراه ما بودن تشکر میکنم. بدرود تا درود دیگر.